کهکشان مقاومت ایران 1403 میزگرد با شرکت شخصیت‌های سیاسی درباره رویارویی مقاومت ایران با دیکتاتوری آخوندی و شعبده انتخاباتی در رژیم. با انتخابات رژیم ایران شروع میکنیم. امروز این روز به اصطلاح انتخابات هست در ایران و رژیم میخواد رئیس جمهور قبلی رئیسی رو عوض کنه که به جلاد تهران شناخته میشه و در یک سقوط هلیکوپتر کشته شد. چند نکته کمک کننده هست که بحثمون رو به جلو ببره برای بینندگانمون در سراسر که زنان نمیتونن کاندیدا بشن در انتخابات رژیم ایران، چون که قانونهای این رژیم میگه که یکی از به اصطلاح صلاحیت‌ها برای شرکت در مواضع دولتی اینه که یک مرد باشید. نکته دوم، همه کاندیداها که تایید شدن برای ریاست جمهوری باید توسط شورای نگهبان تصویب بشن که 6 آخوند اون رو در واقع تشکیل میدن که خود ولی فقیه اونها رو انتخاب کرده و 6 به اصطلاح حقوقدان که سر اونها خودش باز هم توسط ولی فقیه منصوب شده. پس با این به اصطلاح فقدان دموکراسی دیگه انتخابات پارلمانی و این جور چیزها، از جمله انتخاباتی که با مشارکت بسیار پایین تحریم گسترده مواجه شده، انتخابات به اصطلاح پارلمانی رژیم در دور دومش فقط 7% اونطور که خودشون گفتن. بسیاری از تحلیل ها از این زاویه منتشر شد. سفیر بلومفیلد، اول میخوام از شما بپرسم در این رابطه، در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری رژیم ایران، با توجه به توضیحاتی که من در مقدمه دادم، نظر شما در رابطه با این چیه در رژیم ایران برگزار میشه، انتخاباتی که میگن چی هست؟ خیلی ممنونم آقای شیهان، خوشحالم که با شما هستم و میتونم با بینندگانمون در داخل ایران صحبت کنم. بسیار میدونم که بسیار از اونها نگاه میکنن، چون که به صندوق رای نمیرن و بسیاری تحریم کردن انتخابات رو. اولین انتخابات بعد از انقلاب سال 57 که بنی صدر در اون به کار اومد، یک کاندیدا اون موقع در واقع من شد از شرکت، چون که خواست ولی فقیه رو، یعنی خمینی رو، برآورده نمی کرد و اون مسعود رجوی. سایرین تونستن شرکت کنن، بنی صدر رئیس جمهور شد، ولی مردم نگران دیکتاتوری آخوندها بودند، به خیابانها اومدند و در 30 خرداد سال 60 صدها هزار ایرانی اعتراض کردند. 500,000 نفر فقط در تهران. اون موقع بود که خمینی حکومت ترور خودش رو شروع کرد، آتش گشود روی تظاهر کنندگان و شروع به سرکوب گسترده کرد. بعدش دو تا رئیس جمهور دیگه داشت، یکیش خود خامنه ای بود در همون دوران حکومت ترور. و از اون موقع به بعد خیلی افراد کمی تونستن حتی در داخل این رژیم در انتخابات شرکت کنن. بنابراین واقعا یک انتخاب یا گزینه نیست. زنان که نمیتونن شرکت کنن، و من باید بگم که شاید باید اجازه داشته باشن ایرانیان واقعی، ایرانیان فوق‌العاده و خوش استعداد که دلشون میخواد به کشورشون خدمت کنن، ولی شانسی ندارن، چون که اون کاری که ولی فقیه انجام میده اینه که یک نفر رو گزینش کنه که در نهایت خود جانشین ولی فقیه خواهد شد. خب بعد از این سقوط هلیکوپتر میخواست رئیسی رو بکنه ولی فقیه. حالا باید ببینیم که چیکار میکنه ولی فقیه. این
یک انتخابات نمای شیعه که هدفش با این رژیم طراحیش کرده برای اینکه بازتابی باشه از نوعی از مشروعیت، ولی به نظرم نتیجهش دقیقاً برعکس اون چیزی که رژیم میخواد. مردم ایران اون رو رد کردن با تحریم بسیار بسیار گسترده که صفی بلومفیلد توضیح داد. مردم ایران این رو رد کردن که این یک انتخابات آزاد و عادلانه باشه، و همچنین تلاش هایی که رژیم کرده برای اینکه جهان به جهان بگه که داره نظرات و احساسات و خواسته های مردم ایران رو در نظر میگیره، به واقع اینطور نیست. مردم ایران قیام کردن، فشار بیشتر و بیشتر شده، بعد انتخابات نمایشی، بعد از انتخابات نمایشی با مشارکت بسیار پایین، به نظرم ما به سوی یک ایران آزاد در حرکتیم که این رژیم سقوط خواهد کرد با بحران مسائل درونی خودش، یا با فشاری که میشه بر روی اون اعمال کرد. من موافقم که کشورهای غربی نباید این انتخابات رو یک انتخابات آزاد و عادلانه بدونن. اگر این کار رو بکنن خیلی آزار میرسونن. باید به مردم ایران گوش کنن، باید ببینن که مردم ایران چی کار میکنن، تحریم میکنن این انتخابات رو، و باید اون کاری رو بکنن که نیاز هست برای حمایت از مردم ایران، یعنی حمایت از اپوزیسیون، اپوزیسیونی که نه فقط علیه این انتخابات بلکه با تمامیت این رژیم دیکتاتوری مذهبی مخالف است. بعد از صحبت‌های سفرایی که الان اینجا داشتیم، در کشورهای غربی مهمه که اونها در کنار کسانی بایستن که خواهان دموکراسی و آزادی هستند و به روشنی صحبت کنند در این لحظات، و تقدیر کنند از کسانی که در ایران علیه سرکوبگران ایستاده اند. این فقط برای منافع ایران خوب نیست، بلکه برای منافع آمریکا و سایر کشورهای غربی هم به نفعشون هست. یک روند بی پایان در رابطه با به اصطلاح انتخابات در ایران هست، این به اصطلاح انتخابات نمایشی. این رژیم رو تشویق میکنه با امتیاز دادن برای اینکه در نهایت به اصطلاح مدره تر بشه. کاندیداهای به اصطلاح مدره هر بار ظاهر میشن، ولی اصلا اینها واقعیت نداره. این کاندیداها همیشه تماماً گزینه شدن توسط ولی فقیه و کنترل کامل داره روی اونها. هیچ راهی برای اصلاحات در ایران وجود نداره، نه در توسط انتخابات یا نشیبه دیگه. این رژیم قابل رفرم و اصلاح نیستش، نمیتونه مدره تر بشه، چون میدونن که مردم ایران میفهمن وضعیت از چه قراره و هر اقدامی رو رد خواهند کرد برای این به اصطلاح اصلاح طلبی قلابی. خب در رابطه با این نمایش انتخابات که در ایران اتفاق میفته، هم اکنون ما شاهد هستیم که 4 نفری که همین الان به عنوان کاندیدا هستند، این به اصطلاح کاندیداها از اعضای سپاه پاسداران بودند و کسانی بودند که در قتل عام 1367 دست داشتند. خب به سختی میشه یک کاندیدا از مردم ایران که نمایندگیشون بکنه، یا زنان داشته باشیم که خواه نمایندگی بکنه این خواسته ها رو. این پروسه انتخابات طوری طراحی شده که نتیجه رو از قبل
در واقع رژیم تایید بکنه که چه چیزی باشه و اون خودشون تعیین بکنن. خب به همین دلیلی که شما هیچ وقت صدای مردم ایران رو نمیشنوین در این انتخابات ها. برای مثال ما می‌بینیم که زنان از حق صحبت من شدن و از این که خودشون نمایندگی بکنن در این انتخابات. خب این نوعی از یک حکومت فقط نشون دهنده نوعی از یک حکومت خودکامه است. خب مصطفی پورمحمدی یکی از نفراتی بود که در قتل عام ۱۳۶۷ شرکت داشت. به نظر شما چه پیامی میفرسته به مردم ایران که میگن یک نفری، یک قاتلی مانند همچین نفری مانند پورمحمدی رو تایید کردن شورای نگهبان؟ خب به نظر من این اون جانشین مطلوبی میتونه باشه برای رئیسی به عنوان کسی که فعالانه در کمیسیون مرگ، کمیته های مرگ رژیم در جریان قتل عام ۱۳۶۷ شرکت کرده و کاندیدا شدن اون نشون میده که هیچ چیزی عوض نشده در داخل ایران. من فکر کنم که این یک جنگ و دعوای سیاسی بین احزاب سیاسی نیست. ما در رابطه با سرکوبی داخل ایران صحبت میکنیم که سیستماتیک هستش. عوض کردن افراد چیزی رو تغییر نمیده. این سیستم رو باید عوض کرد زمانی که مردم بتونن از صدای خودشون استفاده بکنن و آزادانه صحبت کنن. خب همه شما همسن و سال من هستیم و یادتونه که چطور رژیم آخوندی به حکومت رسید. شاید نسل جدیدتر ندونه وقتی که ما به سیاست چهار دهه گذشته آمریکا نگاه میکنیم، ما می‌بینیم سیاست بوش یک طور، سیاست اوباما، سیاست ترامپ یک نوع. اونها برخوردهای متفاوتی در قبات با مسئله ایران داشتن. چطور برای مقاومت ایران یا برای هر کسی که خواهان تغییر این رژیم هستش میتونیم بگیم که خواهان چی هستن که در واقع چه برخوردی بعد دولت آمریکا داشته باشه؟ این سوال از آقای موکیزی بود که میگن در پاسخ میگن که شما میتونین از زوایای مختلف به این موضوع نگاه بکنین. خب این در واقع نشون داده شده که تنها راه برخورد با رژیم فشار بی سابقه و فشار بدون شکاف بر روی رژیم هستش و این که مردم ایران خواهان تغییر رژیم هستن و این تغییر هم از درون ایران انجام خواهد شد. من فکر میکنم اگر رژیم در ایران تغییر بکنه، یک تغییر جدی در ایران خواهد بود و فکر کنم ایران به گلی در خاورمیانه تبدیل خواهد شد. خب می‌دونیم که در جامعه ایرانیان مقیم کشور خیلی انسان‌هایی هستن که استعدادهای مختلفی دارن. خب وقتی اونها رژیم سرنگون بشه به ایران برگردن، خب اونها از توانایی‌های خودشون برای تغییر کشورشون استفاده می‌کنن و نسیم تغییر وزیده خواهد شد و یک رنسانس واقعی در ایران انجام خواهد شد. بذاریم بگریم به دهه 90 میلادی، زمانی که من خودم در سازمان ملل بودم، سفیر بلکویل اونجا بودن. هکی که در اون روزگار در اون رابطه صحبت میکرد، فعالیت میکرد، امروز میتونه بفهمه که در واقع چطور مقاومت ایران همواره حمایت کرده از حقوق بشر و همون پرنسیپایی که ما در اون دوران ازشون حمایت میکردیم و چطور برنامه 10 ماده‌ای خانم رجوی با اعلامیه
بیانیه حقوق مدنی آمریکا انطباق داره، در واقع بسیاری از ارزش‌های دموکراسی خانه و آزادی طلبانه در اون هستش. من فکر می‌کنم که تلاش‌های متمرکزی بوده برای شیطان‌سازی سازمان مجاهدین و کم کردن تأثیر اونها بر علیه رژیم و اینکه در واقع یک بالانسی حفظ بکنم. این که رژیم ایران این میزان شیطان سازی میکنه از مجاهدین، این نشون دهنده جایگاه و نقش اونها و تاثیرگذاریشون در جامعه ایران هستش. و من فکر میکنم که این بسیار مهمه که ما اینو بفهمیم که زمان انتخاب فرا رسیده. که آیا شما الان انتخاب میکنین که از رژیم سرکوبگر حمایت بکنین یا در سمت آزادی و دموکراسی و شرافت انسانی هستین؟ من فکر میکنم ما در خارج از مرزهای ایران اتفاقا پایبند باشیم و کمک بکنیم به این برای نگهداری این شرافت افساری و انسانی و در واقع مقابله بکنیم با این کمپین شیطان سازی.